و ما اولین شخص هستم در کره زمین در حج که در روز عرفات هم سه دفعه غسل کردم. چای را که شما خوردین و میخورین و در خانه کعبه میخورن نجس است، ناپاک است، حلال نیست. چرا؟ و در میجه یک تقامی یک پیغام ای آجی هایی که ما رفتیم برشان گفتیم هر کسی که زیتون نمیبره و چای میخوره در اونجا گناه میکن. پس هر کسی که فاتحه میگیره و یک کسی برای فاتحه میره اینا گناهکار هستن، گمراه هستن. ما تقریبا 7 سال پیش دم یک عجب فردی که رفته بودم، ما ایره در 7 سال پیش برای تمام افغانا و حاجی ها اعلان کرد که اگر شما ایجا قربانی میکنین قربانیتان نمیشه. پس چی کنین؟ اهل شرایط برتان الله مساعد ساختن، تلفن هم هست، موبایل هم هست، واتساپ هم هست. شما چی کنین؟ این از امیجا امر کنین به فامیلتان که برای ما گوسفند مره بگی قربانی خیر است. ایواز یکی تو خو عاجزی تو الفت پیسه دار است، ایواز یکی دو تام میتونی بکنی او را بگی. بازو یک مناسک هست از خود اصول داره. الا میگه که اول تو قربانی بکو، بازو را به غریبات تقسیم که آیت است، بعد از سر تا چی کن؟ به تراش. نه نه تراش نه کم آلتازی هم من باز پرسان کنید. پس شما در اونجا این کار را بکنین قربانیتان بسیار زیاد چی میشه؟ چرا که الا قربانی را گفته جایش مشخص نساخته که تو در عطمند مناکار. حالا مثلا روزه است، روزه فرض است، اما وقتی که روزه برای صحت نقص میکنه چی میکنی؟ تو باید روزه بخوری. این حال قربانی که برای صحت نقص میکنه، برای صحت مردم نقص میکنه، برای فقیران نمیرسه، تو باید چی کنی؟ جایش تغییر بده. بله. جایش تغییر بده. پس ما در او وقت در فامیل خود امر کردم دو گوسفنده، ایواز یکی هم دو گوسفنده که شما بکشین. ما وقتی که امو مناسک عجمه کنم که در چیز آمدم در منا و این وقت قربانی است، برات میگم قربانی بکو برای غریبات تقسیم کو، یک ساعت بعد برای ما زنگ بزن. و همونطور کردن، قربانی کردن، برای غریبات تقسیم کردن، برای ما چی کردن. بعد از ما چی کردم؟ موی خدا کم کردم. نه کم میکنین؟ این دیگر سوال بکن. شما تصور میکنین که هر کس که حج رفت باید سر خود چی کنه؟ بتراشه. این بسیار برای ساعت نقص است. خب ای زمان میکنن همه ای و از خانمو میگن چهار کلک قسم چهار انگشت قیچی میشن. آه این حال در زمان ای برات اختیار داده الله سی کنین. زمانی که بسیار سابقه بود، در وجه تشناوا نبود، در وجه ای نبود، در حالی که احرام داری خود پاک کده نمیتونی، شاید حتی شپش در سرت پیدا شد و شپش غیر دی که تراش کنی نه پاکی بکنی و ای باید یک اصول می بود. آره میفهمم تشنابا هست دیگه هست. و ما اولین شخص هستم در کره زمین در حج که در روز عرفات هم سه دفعه غسل کردم و او را عقل مرا خدا داده. در هیچ کس هم یعنی ما برتان دمی چی میگیم که در تاریخ کس در عرفات غسل نکرد. چرا؟ شرایط مساعد نبود و آلک شرایط مساعد هم شده عقلشان کار نکرد. ما چی کردم؟ اونجا تشنابا هست. من میرفتم کت احرام، ما گفتم که سه دفعه ما غسل نکنم، خدا هر طاقه پاک نکنم. میرفتم در تشناب داخل میشتم، خوب شرایط برای خود جور میکردم، ایوازی که وضو بکنم، خوب امام میکردم، باز میبرامدم، باز بیامدم، باز امام خود. یعنی سه دفعه اولین نفر هستم که ما در او جام امام کردم. اینا نه ما که آمدم در ای جام بسیار گفتار بسیار مهم دارم در این مسئله سر. روزی که ای باز باید هر کس سر خود کم کنه یا تراش کنه، روزانه در روزای عادی ایستر به 5 ریال جور میکنه در عربستان در مکه. در این روز میفهمید سعی کنید این مسلمانی را سعی کنید. در این روزی که تعداد زیاد میشه بیروبارک میشه، حتی ریت خود در 35 ریال میبرن. شما فکر کنید 3 میلیون انسان کتی 50 یعنی تو فکر رو که از 5 روپا تو باید در اینجا کمتر کنی، تو دگام چی کردی؟ زیادتر کردی. برای جواب گفتم که او مردم شما عقل دارین، چرا پیسه تا مصرف کنی؟ تو بگی خودت قیشی کمک موهای تا کم کو، یا بسیار کشلستی ماشین نیست
هفت نفر هستیم، یک ماشین بگی یک صدر پای کنیم، صدر پای میشه تو سر دور ماشین کو، سر دور ماشین کو، اونام خوب منظم دیگه چای چی کنین به اندازین. چرا 50 رو پر برادر بردی ریال میتی 3 میلیون ضرب 50 ریال کو چقدر پول میشه؟ پس من چی کردم؟ اول خبرشون گفتم که حال سرایتان کل نکنین. سرک کل کدی بهار است، گرمی است، نمیشه خوشار گرمی است، حتی چی میشه؟ همی سرت ام پوستش چی میشه؟ پوست میده و میتونه که تو را بکشه همی گرمی. چرا دیگه حال است؟ حال موی وظیفه شیست، موی وظیفه شیست که چی کنه؟ از گرمی، از هر چیز تو را من چی کردم؟ من رفتم دیگه از من را خوب مویه همی، خوب مویه هست دمی 3 میلیون انسان. من خودم قیچی رو گرفتم یک کم کم طرف طرف کم کردم و در 3 میلیون انسان من که میگشتم هر کس برم سیل میکرد که اینه تا حال یا نمیفهمن که ای سرکل کردن حتمی نیست. و عالم برکل میگم اگر فکر میکنی بسیار که چی میکنی تو باید چی کنی؟ تو باید سرت ماشین کنی. چرا؟ وقتی سرت تراش میکنی امکان داره که زخمی شود، امکان داره میکروبی شود، اوج افتاب سر زده میره سرتا گنسوگیت میکنید. حتی ما هیت اگزاست بگیم، یعنی بعضی کسا را اگر فکرتان باش می گرمی میزنه نی، حتی زوف میکنی حتی میموری. پس نه پیسیت میره نه دیگه میره، فقط کمش کو، کمش کو، یعنی اون جوی نیزه که باید حتمی کل شده. حالا امروز فهمیدین شما فکر میگن که هر کجاش رفته با سر کل شده، سر خود کل کرده موهای خانم‌ها را که قیچی می‌زنن دای بورا چسن. بعد پشتر امو چوتی میگه چی میگه؟ نمو جرب میگه کمک یک قسمت مویشه بگیره. هیچ فرق نمیکنه. آها اون مشکل نیست دیگه. نه نه. حالا ما میره برتون میگه. یک مدت سر آج که تاپ نشه کردی. حالا این نمیره که میری آج خوال بخونی. و دیگه یک گپ مجدی دیگه برتون میدم. ما ده اونجا ما سر حج سر کل هر چیز کتاب نشه کردیم و بر خانه کعبه 5000 سال پلان دارم و جور کردیم که باید در 5000 سال چی تغییرات باید چطور پیش بریم. یکی از گپ های دیگه که بود اونجا اگر شما دیده باشین در حج که طواف میکنه اون طرف میره ویلچر چی میگن؟ بله بله، هم که کسایی که تکلیف پای داره همی کراچیگکایی که هست ویلچر میگیم، درست هستیم؟ ما میگیم بلی آز خدا شما خود تعریف حج نفهمیدین. حج ما بر تعریف کردیم در کتاب خود از قرآن. حج تعریفش چیست؟ که تو به زیارت خانه کعبه میری و از خود مناسک داره و سر کی فرض است؟ سر کسی که توان مالی حلال 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 داشته باشه و توان بدنی داشته باشه. توان چی داشته باشه؟ توان یعنی بدنی و مالی. نه 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 باشه همین توان داشته باشه، اردویش باید داشته باشه، اردویش فرض است. یعنی نیست که توان مالی داشته باشه توان بدنی نداشته سر تو حج نمیشه، بیخی نمیشه. اونجا خو میگردی طواف میکنی اونجا میکنی این شفاخانه خو نیست که تو برادر ویلچر آورد. خب فلسف سای بعضی از پسرها هستن که مادرای خودم میبرن به حج و حالتشان خیلی و وقتی میبشه همین یگانه میگه آرزوی می است که مبرم یک بار حج او را تو با پشت خود میبرن طواف میکنن آیا قسمی میشه؟ نه خب فرض تو کجاست؟ تا که تو امی توان مالی رو نداری تو خلاف امر الله خود اونجا خواهش خود کلش تمرین از نیجا تواف کوجا عرفات برو جمینا برو این قدر سخت است که دیگه حد حدود نداره. تو برای چی میبریده؟ پس هر کسی که توان بدنی رو نداره ما اوجا گفته بودم که حج از این نمیشه بلکه گناهکار میشه. درست است یعنی؟ بله. میفهمیم که عربستان چی کرد؟ نخیر امسال برین از حج اوقاف روز من در برزنهای کانفرانس داشتم برین اونا یک ما خبر نبودم که انس تطبیق شده. به قاضی بود که از تمام رئیسای مساجد است آمد در پشتی کل مردم گفت کس که خدمت میکنه مثل فیلسوف دیگه کس کرده نمیتونه و چای زیتونش و این گپا را زد. بعد گفتم تو هم حج میری یعنی که ما هم ورقه را میدادم که باید تقسیم شد. ما ورقه را نشته کردیم برای کل معلمین تقسیم شد، درست است یعنی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت ما 65 ساله بالاست، مال دیگه قانون کشیده عربستان کسی که 65 ساله بالاست او را حج نمیمانه. صحیح؟ واو بسیار خوش شدم الحمدلله.
مگر گفت میفهمی فیلسوف است؟ امیال تمام مردم چی میکنن؟ کسایی که سنش از 65 بالاست میگه تذکره را تبدیل میکنن، خدا از 65 میگه خوب الیاد خدا. یک آدمی که از یه دروغ شروع کردی، از یه منافقت شروع کردی به این نام، عجب تو چرا عجب میری؟ درست است یعنی؟ پس انشالله که حال دیگه در خانه کعبه ویلچیر نمیمینین، چرا که کسی عطا ما ایران میگیم که این سن هم مهم نیست، باید شرایط ایام باشه که هر کسی که در هر سنی که توان بدنی را نداشت او هم حق نداره که بره. ایچما نداره سل 65 باشی مرانوز بسیار ضعیف هستی و نمیتونی، ای باید زمیمه شو که کسی که همه داکتر تصدیق نکنه که توان بدنی هم داره نی و میبینی که میل ارزه و دیگه 60 سال است، اونا هم حق ندارن که حج برن. و کسانی که ازدواج نکردن چی تو مجردا میتونن برن؟ دیگه امی فرایز هش با چی نیست، هیچ ارتباط نداره. و کسی که جوان شد و جوان بود و ای خانم نگرفته بود و چی مالی داشت، متوجه شدی؟ سرزی فرض است و اگر نمیره گناهکاره. خب دوستو عزیز، واقعا که گپای فلسفه صاحب خیلی دلچسب است و هر قدر که بشنوی خسته نمیشی. البته درباره چای زیتون هم گفت که ما از این چند پاکت که داده بودین، بله، ما دم کردم خوردم، واقعا اعصاب آرام میکنه، آدم ریلکس میکنه، خیلی چای مزه داره است. ما برات خوار میگیم، خب واقعا اگر عمل کردید کل زندگی باز برای فامیل، برای اولادات، برای کلگی امیال برات میگیم که وسعت اسلام دیگه هم شاگرد شد، دیگه اگر پایش هم یاد گرفتی عمل کردی شاید 200 سال انشالله زندگی کنی و خوب زندگی بسیار با قوت. شما فکر کنید من روز به روز چطور جوان میشم؟ ای اگر ما 10 سال پیشی را کشف کردیم، اگر ما 30 سال پیش کشف میکنن، حالا خبر شما کشف کردیم جوان هستین، تو تیره که شروع کنی نی و دیگه بخیر مریضی هم پشت نمه، نه قلب اما چیز جور میباشه، جوان هم میباشه، نابغه هم میشه. ما همیشه در دفترم استفاده میکنیم و همچنان دکتر صاحب که بر ما فلسف صاحب با مزرعه فلسف که داده استفاده میکنیم در خانه هم در دفترم و واقعا هم مزی خوب داره و طعم خوب داره، اعصاب آرام میکنه. و در اینجا یک موضوع دیگر هم باید تشریح کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم یک آیت است، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. میگه ای انسان ها، حتی نگفت مسلمان ها، در روی زمین چیزی را بخورین که حلال است، پاک است. پاک چیز، پاک چیزی که بر صحتت فایده داشته باشه. هر چیزی که بر صحتت نقص کرد او چی است؟ ناپاک است، نجس است. این حال من براتون ثبوت میکنم. چای را که شما خوردین و میخورین و در خانه کعبه میخورن نجس است، ناپاک است، حلال نیست. چرا؟ دلیل ما وقتی یک چیز میفهمیم که بر صحت ما فایده میکنه و یا نقص میکنه که ما کیمیایش بفهمیم که در چی موجود است، چی مواد کیمیایی موجود است. پس این حال ما براتون میگیم در چای، در چای کافئین است، کافئین مواد مخدر است، اسید زیاد داره، سوزش میده، زخم میده، پیدا کم خونی را پیدا میکنه، خصوصا در نای امولدار و بر جگر زهر است و اسراف میکنی، پیسیت میره. در افغانستان تنها 13 میلیون دلار سالانه در چای مصرف میکنی، وارد میکنی. پس از این که در حرام چیز چی است؟ و یک چیز دیگر که همیشه مردم باید جواب شما رو بگویم، خوب میگه چای هم فایده داره، درست؟ بله. آیت قرآن است، بسم الله الرحمن الرحیم ربنا ما خلقت هذا باطلا. میگه هیچ چیز بی فایده ما خلق نکرد، هیچ چیز، یعنی چای هم فایده داره و هیچ چیزی که در دنیا میبینی همی زهریات هم فایده داره. مرد کجا باید استعمال کنی؟ در جایی که ضرورت هست. بله. مثلا مورفین است، مورفین زهر است یعنی. بله. اما وقتی که تو مریض شدی و تو عملیات شوی ما چی استفاده میکنیم دکترها؟ ما مورفین زرق میکنیم که تو درد نفهمی. امو انستزی دیگه، امو انستزی صحیح است؟ بله. در اینجا فایده امی بفایده خلق الله در قرآن الله میگه ما شراب بفایده خلق نکدیم ولی نقصش از فایده چی کده؟ زیاد اضافه تر است. حالا شما فکر کنید عاقلانه
که ایتو خونه ایت که چای فایده نداشته باشه. چای هم فایده، حتی تنباکو نیست، تنباکو. بله. یعنی تنباکو هم فایده داره. اول چی فایده داره؟ اول تنباکو چیز درخت است یعنی. بله. محیط سرسبز می‌سازه نه، هوای تو پاک می‌کنه یعنی باد تو اوره می‌گیره در تندور می‌سوزونی؟ بله. حرارت تولید می‌کنه. و دیگه چی می‌کنی؟ مثلا 4000 مواد زهری داره. چند؟ 4000 هیچ مادری که الله خلق کرده 4000 زهر نداره غیر تنباکو. و دی یک ماده است به نام متانول، الکل است، الکل شراب. پس هر کسی که نسوار و سیگرت که این تنباکو است ایر استفاده میکنه، هر ثانیه 4000 زهر با شراب در وجود خود چی میکنه؟ زهر میکنه. یعنی 24 ساعت در وجود چی است؟ زهر است و شراب است. و اینه که هر کس کرد نه نمازش قابل قبول الله است، نه روزش قابل قبول الله است. درست است؟ و دوم، تمام امراض که میبینین از چی پیدا میشه؟ از تنباکو، سرطان، شکر، امراض قلبی، این چیزی که میگه وجود تا کلش از بین میبره. بوی میتی امین افراره که شما میبینین که نسخار و سگرت میدنن امین رویش سیگه خوب مثل که سوخته باشه. الان که او یک آدم خوب سفید است، یعنی ما در سلمانی رفته بودیم، هم کسی که شیر سلمان بود. بله. خوب یعنی یک چهره سفید چهره بچه بود. آه. مگری چون امین تماکو نوشی میکرد امو چهره ازیره سیاه ساخته بود. دیگه بوی میده چطل اون از اموجه شما یک سه متر استادش که از اموجه بوی میده. درست است؟ چطل مردار نجس بازی چقدر زن خود ظلم میکنه. امی زن ازی کت ازی مردار خور آیا ظلم نمیکنه؟ کت این مردار کسی آدم دان ازی هم بوی میده، وجودش هم بوی میده. درست است؟ بله بله. و او زنها بدبخترین زنها هستن کت سیگریتی چی کدن؟ ازدواج میکنن. و کسایی که جوان هستن و ازدواج میکنن پیغام میست که ارگست هیچ وقت شوهر پیدا هم نشد کت این اسفارپک و سیگریتی و چرسی چی نکنین که خدا زده تو هم کدیش غرق میشی. خب این حاله آمدین که فکر کنین که بزرگترین کشفی که در کره زمین شد نه؟ ده سال پیش من کشف کردم. این حال ده چی مواد کیمیایی است؟ ده ای تمام مواد کیمیایی مفیده که برای وجود ضرورت دارد، چی پروتین است، چی چربی است، یعنی امگا 3 امی هر چیزی که میز ویتامین هر چیزی که وجود ضرور داره کلش به مو اندازه انداخته لاکه وجود ضرورت داره. درست؟ خب اینا الان چی میکنن؟ این تمام هیچ عوارض جانبی نداره. یگانه چیزی که بخوری عوارض جانبی نداره چای زیتون. واقعا مزه داره، فایده میکنه. و دوم دیگه از تمام امراض را جلوگیری میکنه، از امراض قلبی، از شکر، از فشار خون، کلسترول رو همیشه در اعتدال نگاه میکنه، سرطان جلوگیری میکنه، الزامیر ما میگیم. کسا را اگر شنیده باشین می خود نمیشنوز. یکی از وزیرایتان سهیلا نام داشت، یک زن بود. آها بله، سهیلا سهر میکنم. نه سهیلا صدیق. سهیلا صدیقی بود، اون تو چید بود خودش. ما برش گفتم که امی سهیلا سیگرت میدن. فکر کو دکتر سیگرت میدن. فهمیدین؟ اون آخر چی مریض شد؟ الزامیر که کس خود نمیشنو اونو فوت کرد. متوجه شدی؟ بله. ای وقت کسایی که ای زیتون بشنو هیچ وقت جوان میمونه، هیچ وقت الزامیر نمیباشه. پارکنسونیزم یک رقم اگر مریضی است نیکم. بله علی کلی با مو قوت خود علی کلی بکسر که بود او هم اون مریضی را داشت، ای را برای جلوگیری میکنه. مرگی نیست، مرگی اگر شما دیده باشین ما برای مرگی دوا نداریم، برای تداویش هیچ تبابت دوا نداره. فقط ما چیزایی را میتیم که فنوباربیتول مثلا خواب بریشه عملاتش کمکی کم بسازه، اما تداوی نمیشه. اما کسایی که زیتون مینوشه هیچ وقت اول نمیگیرش، باز که کسایی که گرفته زیتون بنوشه عملات گلش جور میکنه. و مسئله ایست که میکروب کش است، اومیگا 3 داره که تو را نابغه میسازه و مویای تا پس چی میسازه؟ سفید بود سیاه میسازه بک 5 سال بعد اگه استفاده کنی. دیگه چی میخواین؟ و دیگه ما برای کل جهان بعد کپای مخو برای افغانستان نیست، ما را خدا برای احیای مجدد اسلام و برای بشریت آل بعد از پیغمبر گرامی ما را پیدا کرده. یک درخت زیتون
400 تا 900 سال عمر داره. 400 تا 900 هیچ در دنیا هست کدام چیز کدام درخت که 400 اونو در خانه ما می‌بینین؟ بله بله. پنج دانه سرنولی تانم هست چند درخت. بالکل پنج دانه. این امیال وزارت زراعت تو در 100 سال نفهمید. و فکر کردن که در چی نمیشه، در کابل نمیشه. بله. برای خدا یا چقدر بیل مردم هستن. پس اینا ال زیتون چی میکنه؟ زیتون 12 ماه سر سبز است، 12 ماه. این زرد نمیشه. چیزایش نمفته. و هم هوایت صاف میکنه. هم ایره صاف میکنه و اینا ال پروگرام میست که در 20 سال آینده، 30 سال آینده باید افغانستان ما چی کنیم؟ از درخای خام خانه خدا هم چی خدا چی میگن؟ باغ خدا هم تپای خدا بسازیم و هم از او باز و همچنان از چایش استفاده کنیم. از استفاده کنیم و دیگه تولیدات خوله میفهمن بله. فیره میکنه و را میکنه ولی چایش از او کد مفید است. بله. پس بله. این تا روز قیامت دنیا را از نگاه اقتصادی از نگاه سی تغییر داد. قربان سلامت باشی. تشکر از اینکه و دمی که یک دقیقه یک پیغام آجی که ما رفتیم برشان گفتیم هر کسی که زیتون نمیبره و چای میخوره در اونجا گناه میکنه. هر کسی که برش پیغام ما رسید که چای نخور که نقص میکنه هم بر اقتصادت هم بر صحتت و زیتون هم برش توفه میده مثل که بر شما توفه داده شما عمل کردین هر روز در گناه ای آغشته میشه. خب فیلسوف صاحب پیامت گفتنی به کسایی که قربانی میکنه آخرین پیامت اگر میشه ببین باز ایره تازه میکنم که قربانی به نام کسایی که فرده نمیشه مرده نمیشه درست است برای مادرت و پدرت یک دوم قربانی را توصیه ماییست که خودت بسیار کم گوشت نگاه کن بله. و دیگر برای غریب ها بته و برای غریب ترین انسان ها بته در اینجا بسیار یک نقطه مهم داره کسی که نسوار و سگرت میزنه سر از او نه قربانی میشه نه خیرات میشه تو باید کسایی که یتیم است کسایی که بسیار غریب است و نسوار و سگرت نمیزنن بله. مسلمان خوب است نماز و خمه خانه اولین اولیت بر از اونا باید داده شود و دوم دیگه آن دیگه میگم یک نقطه است آلید بیانی بازی ها دیگه کار شروع کردن مثلا یک کس پدرش مرده یا مادرش مرده نی روزای تو را تجلیل میکنه بازار کس من یک دفعه میگه اید اولش هست یا الله میگه اید اولش هست بیاین که بریم خانه فلانه نفر که ایدیش هست فوت شده ولی یاد خدا ای عقل منطق ام اسلام کمی امی اوامر الله را که بانیم نی امی تو چه رقم انسان هستی اید خوب برازید که تو مثلا حج کردی روزه گرفتی اعمال نکردی و رو تجلیل میکنی بله. ای فاتحه خانه جور میکنه یا باز میگن که ما قرآن داریم الحمدلله ما مسلمان هستیم این کدام عمله تو به مسلمانی میمانه پس هر کسی که فاتحه میگیره و یک کسی برای فاتحه میره اینا گناهکار هستن گمراه هستن انشاءالله که مردم عزیز ما کسایی که آگاهی نداشتن از حرفای شیرین فیلسوف صاحب که شنیدن و دیدن آگاه شده باشن دوستان عزیزی بود برنامه امروز ما که همراه با جناب فیلسوف صاحب داشتیم راجع به قربانی صحبت کردیم انشاءالله که معلوماتتان زیادتر شده باشه و تا جایی که کسایی که خبر نداشتن و آگاه شده باشن تا برنامه بعد که باز هم مریم هاشمی در خدمت شما قرار میگیرم شما را به الله و پاک بنیاز میسپارم وقت شما خوش الله یار نگهدارشون